مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 18 دی سفر به خاورمیانه را به منظور رایزنی برای افزایش فشار بر رژیم ایران شروع کرد. وزیر خارجه آمریکا در سفر به چندین کشور از جمله مصر و امارات و بحرین و عربستان سعودی تلاش کرد تا با سران این کشورها درباره افزایش فشار بر روی رژیم ایران رایزنی کنه. سایت وزارت خارجه آمریکا در گزارشی از سفر چند روزه وزیر خارجه این کشور به منطقه خاورمیانه نوشت: آمریکا به دوستی با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متعهد است. شراکت با کشورهای خلیج فارس برای کسب اهداف مشترک منطقه‌ای تعیین کننده هستند. شکست داعش، مقابله با تروریسم اسلام افراطی، حفاظت از تامین انرژی جهانی و عقب راندن تجاوزات رژیم ایران اهداف مشترکی است که این گزارش به آن پرداخته است. در قسمت دیگری از گزارش آمده است: کشورهای خلیج فارس همگی در ائتلاف جهانی برای شکست داعش شریک هستند و به سوریه و عراق میلیاردها دلار کمک مالی کردند. وزیر پومپئو هیئت‌های آمریکا در گفتگوهای استراتژیک بین آمریکا و قطر و آمریکا و کویت را هدایت خواهد کرد تا همکاریمان در زمینه‌های مهم زیر را گسترش بدهد: دفاع، مقابله با تروریسم، تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی، آموزش و فرهنگ، کسب حمایت برای کارزار فشار بر رژیم ایران. یک شورای همکاری خلیج فارس متحد ستون فقرات صلح، شکوفایی، امنیت و ثبات منطقه است و برای مقابله با تنها و بزرگترین تهدید ثبات منطقه‌ای یعنی رژیم ایران حیاتی است. وزیر خارجه با رهبران شورای همکاری خلیج فارس همچنین با مصر و اردن کار خواهد کرد تا رفتار مخرب رژیم ایران در سراسر این منطقه را متوقف کند و پیمان استراتژیک خاورمیانه پیشنهاد شده را پیش ببرد. بحرین از حامیان مستحکم مقابله با تلاش‌های شرورانه ایران بوده و در هماهنگی تنگاتنگ با آمریکا کار می‌کند تا نیروهای نیابتی سپاه پاسداران را افشا و با آنها مقابله کند. بحرین به تحقیقات پیرامون دور زدن تحریم‌ها و مقابله با آنها توسط رژیم ایران و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی دریانوردی آن ادامه می‌دهد. امارات متحده عربی در هماهنگی تنگاتنگ با آمریکا کار می‌کند تا طرح‌های تامین مالی غیرقانونی رژیم ایران که به نفع رژیم است را هدف قرار دهد. کویت از نزدیک متابعت رژیم ایران از تحریم‌ها را نظارت می‌کند و در همکاری با آمریکا با دور زدن تحریم‌ها توسط ایران مقابله می‌کند. عمان با آمریکا برای مقابله با دور زدن تحریم‌ها و حمل و نقل کالاهای غیرقانونی همکاری می‌کند. قطر گام‌های مهمی برای تبعیت از تحریم‌ها علیه ایران برداشته است. عربستان سعودی در هماهنگی نزدیک با آمریکا برای مقابله با توسعه حضور رژیم ایران و نفوذش در منطقه کار می‌کند.